ببینید مثلا مهمترین شاخص ارزیابی پیشرونده بودن پاکت چیه؟ Level of attachment یا attachment loss چیزیه که دندان رو در مرز خطر قرار میده، نه افزایش عمق پاکت. یا اینکه شاخص مهم در باره تصمیم گیری در باره طرح درمان عمق پاکته. یه جمله خلاصه براتون اینجا بگم، ملاک ما برای تشخیص attachment loss، ملاک ما برای درمان عمق پاکت. یعنی چیه؟ ما بر اساس عمق پاکت ما تصمیم میگیم چی کار کنیم. مثلا میاد میگه در پاکت های کمتر از 2.9 میلیمتر، همون حدود 3 میلیمتر شما در نظر بگیرید. شما اگه ببینید روت پلنینگ کنین تو اینا، اصلا خودش ممکنه سبب اتچمنت لاس هم حتی بشه، اون ترومایی که وارد میکنه. یا مثلا میگه پاکت شما اگر که عمق کمتر 4.2 میلیمتر داشته باشه، بهتره که همون تکنیک های SRP برش استفاده بشه. اگر بیایید مودیفای ویدمن فلپ استفاده کنین، تو اینها اتفاقا سبب اتچمنت لاس بیشتری میشه. به این ترتیب داره میگه بر اساس عمق پاکت ما چه جوری تصمیم گیری میکنیم. اینا همیشه توی بورد که سوال بوده این عدد. حالا من بعید میدونم اینا رو برای آزمون ورودی سوال بدن، چون به هر حال خب روی مباحث جراحی خیلی طبیعتاً تسلطی ممکنه نداشته باشین. معمولا اینا رو بیشتر برای بورد سوال میدن، اما خب چون ساده است برای سعی میکنیم به خاطر بسپاریم. یا اینکه زمان ارزیابی بعد از فاز 1 درمان نباید کوتاه‌تر از 1 تا 3 ماه باشه. بعضی موقع ممکن تا 9 ماه هم به بیمار زمان بدیم. نکته بعدی، این نواحی بحرانی در جراحی حذف پاکت کریتیکال زون ها هستش. زون 1، زون 2، زون 3، زون 4 هیچ چیز خاصی نداره، تقسیم بندیه. ولی خب بعضی مواقع دوست طراحان علاقه مندن، مثلا مدام گفتن زون 2 کجاست. خیلی بی ربطه که هم سوالی داده بشه، ولی به هر حال چون سوال داده شده گفتم به این توجه بفرمایید. اینکه ما چه زمانی اندیکاسیون جراحی پریودونتال داریم رو بهش دقت بکنین. و صفحه بعدم که میگم اومده تکنیک انتخابی راجع به هر چیزی. در قدام ماگزلا اگه بود تکنیک انتخابی چیه، در خلف بود چی، اگه بخوایم ریجنراتیو عمل کنیم چیه. اینا رو همه رو من سعی کنم توی سری سوال فلش کارتی بگنجونم، خودتون هم میتونید بهش اضافه کنید. تو 100 تا سوالی هم که جدید در اختیارتون قرار میدیم اینها رو گذاشتم که بهش توجه بیشتری داشته باشید.